بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام. در بحث قبلی ما به محدودیت‌های علم اشاره کردیم و به طرز تلقی و نگرش به علم اشاره کردیم که گفتیم بر حسب نگرشی که ما به علم داریم، بر حسب اون دیدگاه خودمون نسبت به دانسته‌های خودمون، این علم میتونه برای ما نور باشه یا میتونه تاریکی و نیستی باشه. که جهل اون علمی که راه رو تاریک میکنه بر ما نه تنها علم نیست، بلکه نامش رو جهل میذارن، بهش میگن جهل مرکب. و این جهل مرکب عرض کردیم هیچ درمانی نداره، برای اینکه شخص احساس نقص و جهل و کمبود نمیکنه، فلزا احساس نیاز هم نمیکنه. این بحث جلسه قبل ما بود، اما این جلسه میخوام یک نکته دقیق تری رو خدمتون بگم. اونم اینه که اصولا فارغ از این که این علم حجاب هست یا نور هست، این علم ماندگار نیست. دوستان عزیز، جوانان عزیز، دانشجویان محترم، دانش آموختگان گرامی، خطاب سخن من به شماست و این سخن بی نهایت مهمه، بسیار بسیار اهمیت داره. اونم اینه که علمی که ما داریم تا کی با ما هست؟ تا حالا به این موضوع فکر کردید؟ بنده پزشک هستم، ما آناتومی خوندیم، فیزیولوژی خوندیم، بافشناسی خوندیم، پاتولوژی و و. ببینید 20 سال، معذرت میخوام 40 سال قبل آیا من فیزیولوژی بلد بودم؟ نه. آیا بافشناسی بلد بودم؟ نه. اینها رو در یک مراحلی به ما آموختند. مهمتر از اون، غیر از تمام اینها خیلی چیزها من میدونم. در بعضی از زمینها من عالم هستم، کما اینکه شما هم عالم هستید. فرض کنید شما 30 سالتونه، برمیگردیم به 30 سال قبل، آیا بازم عالم بودید؟ قطعا نه، قطعا عالم نبودیم هیچ کدوم ما. و این صریح آیه قرآن هست: هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما رو از بطن مادرانتون بیرون آورد، اخراج کرد. چجوری؟ لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. پس این علمی که ما الان داریم و شما دارید، این مسبوق به عدم هست، یعنی الان هست، یه زمانی نبود و یک زمانی هست که ما رو میمیریم، میبرن میذارن تو قبر. آیا این علوم، مثلا من مهندس نرم افزارم، من پزشکم، روانشناسم، جامعه شناسم، ادبیات خوندم، آیا اینها در قبر هم باقی خواهد موند؟ نه. اما من خواهم یک نکته دقیق‌تری رو بهتون بگم. اون هم این هست که این علوم که الان ما داریم و گاهی وقتا متاسفانه خیلی هم بهش غره هستیم، اینا قبل از این که به لبه قبر برسن بیوفایشون رو به ما نشون میدن. شاید دیده باشید در دور براتون کسی هست که میره بیرون از خونه، دیگه قادر نیست برگرده خونه خودش، راهشو گم میکنه. چه بسا این کسی که راهشو گم کرده یک زمانی استاد دانشگاه بوده، هیئت علمی بوده، پزشک بوده، مهندس بوده، اما الان همه چی از یادش رفته. بارها دیدید حتما در دور بر خودتون، شخص دختر خودشو دیگه نمیشناسه، پسر خودشو نمیشناسه. در یک مرحله پدیده ایجاد میشه به نام دیمانس یا دیمنشیا. در این مرحله انسان دیگه تمام یافته‌های ذهنیش از بین میره، یعنی قبل از این که به قبر برسه این علم دیگه وفادار نیست. حالا بخوایم جمع بکنیم این دوتا مطلب رو، علمی که ما داریم مسبوق به عدم هست و لاحق به عدم هست، یعنی زمانی نبوده و زمانی دیگر نخواهد بود، یعنی تمام برد علم ما در یک محدوده زمانی بسیار کم هست. حالا ممکنه بفرمایید چرا بسیار کم؟ که اینو در جلسه بعد عرض میکنم، واقعا کم هست. ممکنه این
دامنه دانش ما 30 سال باشه، 40 سال باشه، اصلا 100 سال باشه، اما بالاخره زمانی نبوده و زمانی نخواهد بود. همینطور که مسبوق به عدم هست، یعنی یک زمانی نبوده، همینطور لاحق به عدم خواهد بود، یعنی یک زمانی هم خواهد رسید که این علم دیگر نخواهد بود. خب تکلیف چیه؟ برای اینکه تکلیف خودمونو بدونیم، میریم انشالله بقیه مبحث رو در جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.